به عزت هشم ادامه قوانین براخود براخاها یکم دوره میکنیم جلسات گذشته رو بعد ادامه میدیم. به عزت هشم خب ما جلسات گذشته توضیح دادیم، گفتیم که اصلا قبل از اینکه براخایی شروع بکنیم اول باید ببینیم چه براخایی هست و تو ذهنمون اون براخا بیاد و بعد براخا رو شروع بکنیم. اینکه براخا شروع بشه شارو علیکم بعد بیایم و مثلا وسط براخا فکر کنیم که براخاش چیه، این درست نیست. یعنی لخت خینا باید زمانی که میخواییم براخا بگیم، هم زمانی که اسم هشم ها میاریم ادونای الوهنو ها میگیم، هم وقتی که براخا را خاتمه میدیم براخا درست خاتمه پیدا بکنه، و وقتی که هشم الوهنو ها میگیم تو ذهنمون اون براخاه قرار داشته باشه. به عنوان مثال، مثلا یه سیب میخواییم روش براخای حائص بگیم، اول باید خب این سیب ها ببینیم براخاش حائصه. وقتی که باروخ حتی هشم الوکنو هشم الوکنو ما میگیم تو ذهنمون باید حائص باشه و باید با حائص هم خاتمه بدیم. اگه کسی به اشتباه خب میدونست براخاش حائصه، هشم الوکنو هم که گفت تو ذهنش حائص بود ولی اشتباه لپی یه براخای دیگه گفت، به خاطر اینکه وقتی که اسم هشم الوکنو گفته تو ذهنش براخا درست بوده، این از انجام وظیفه خارج میشه با وجود اینکه انتهای براخا را به صورت اشتباه گفته. مثلا فرض کنید اگه یکی مثلا گوجه میخواد بخوره، گوجه خب براخا شاعداماست، اشتباه لپی شد و حائز شد، ولی وقتی که هشم الوکنو گفته تو ذهنش همون حاعداما بود، این از انجام وظیفه بدیعوت خارج شده. ولی اگه کلن فکر میکرد که براخا گوجه مثلا حائصه، اگه اشتباهن به جایی ها اداما حائص بگه، از انجام وظیفه خارج نمیشه. ولی بالعکس اگه کسی به جایی حائص ها اداما بگه، این از انجام وظیفه خارج شده. درسته؟ اینا را جلسات گذشته به صورت کامل در موردش توضیح دادیم. پس بازم تأکید میکنیم اگه کسی به جایی حائص ها اداما گفت، از انجام وظیفه خارج میشه. ولی اگه کسی به جای ها اداما حائص گفت، از انجام وظیفه خارج نمیشه، مگر اینکه وقتی که هشم الوکنو گفته تو ذهنش براخای درست بوده و انتهای براخا اشتباهی لپی شده که اون براخا را نگفته. درسته؟ سوالی نیست اینجا؟ سوالی هست بفرمایید اگه سوالی هست. سوالم شارم علیکم بفرمایید. مهلا اون سکوت بفهم. مثلا یه نفر داره براخا میگه، بعد یه مثلا به جایی که بگه مزونو دیگه میگه شکل، بعد یه میگه او ببخشی یه خواه اینطوری میکنه وسط چشی، یعنی صحبت میکنه بعد برگرده. آها ببینید، اگه ما براخایی ها به صورت اشتباه گفتیم، اگه در حد یک و نیم ثانیه دو ثانیه فوراً درستش کردیم، اون براخا درسته. مثلا فرض کنید باید ها اداما میگفت، ها اس گفت، اینجوری گفت باروخ حتی هشم الوکنو ملخ آلام باره پری ها اس باره پری ها اداما، یا اینجوری گفت. در این حالت اگه توی یک و نیم ثانیه دو ثانیه درستش کرد، این براخا درسته و برگشت نداره. ولی که اگه صحبت کرد، مثلا به قول شما اینجوری گفت باروخ حتی هشم الوکنو ملخ آلام باره پری ها اس، ای ببخشید حواسم نبود باره پری ها اداما، خب این صحبت کرده وسط براخا دیگه. اگه هایس گفته به جا ها اداما، باید برگرده و ها اداما را بگه. ولی اگه ها اداما گفته به جا هایس، ها اداما هایس ها پاتور میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ها اداما کلی تر نسبت به هایس، بنابراین ها اداما هایس ها پاتور میکنه، ولی هایس ها اداما را پاتور نمیکنه، مگر اینکه وقتی اسم هشم الوکنو گفته تو ذهنش براخای درست بوده و در نهایت براخا اشتباه لپی براش پیش میاد. درست؟ خب پس گفتیم قبل از زنده باشید، قبل از اینکه براخا بگیم باید حتما بدونیم چه براخایی میخواییم بگیم. اون براخا حتما باید دست راستمون بگیریم و براخا بگیم با دست راست، هر چیزی که روش براخا میخواییم بگیم میگیریم. و تموم براخاها گفتیم که از ربانانه، یعنی خخامیم برا ما تقانا دادن که این براخا را بگیم، بر استناد بر این که در تورا میگه و آخل تا و ساواتا و رخت های تدانا الوهخا. تو تورا میگه وقتی خوردی و سیر شدی برکت بگو خدا را. درسته؟ خب اینجا خخامی میان یاد میگیرم میگن آقا وقتی آدم سیر شده موظفه که خدا را تحسین بکنه. صد البته پس زمانی که هنوز گشنه مونه، هنوز غذا نخوردیم، باید تحسین هشما بگیم. به خاطر همین خخامیم
اومدن و براخه ها رو برای ما تیغون دادن، تدوین کردن که ما این براخه ها را بگیم. تنها براخه‌ای که از توراست فقط بیرکت هموزونه، نوارخ سه تا براخه اولش از توراست. و گفتیم در اساطه گذشته اگه تمام براخه ها را ما شک کردیم که آیا اون براخه ها را گفتیم یا نه، خب برگشت نداره. مثلا اشریات سر، بورن فاشوت، منشالوش، هائس، هاداما، مزونوت، شهکل، همه اینا اگه شک داریم که براخه را گفتیم یا نه، اینا برگشت آرمانخم، اینا برگشت نداره. تنها براخه‌ای که گفتیم برگشت داره، فقط اونم مختص به آقایون، اون نوارخه که سه تا براخه‌ای اولش را، اگه آقایی شک داره که نوارخه خونده یا نه، سه تا براخه‌ای اولا میاد و میخونه. البته خانوما حتی نوارخ هم اگه شک دارن که گفتن یا نگفتن، نوارخ برای خانوما برگشت نداره. آقایون هم فقط سه تا براخه را میگن، به خاطر اینکه براخه چهارم نوارخ اون میدربانانه، مثل بقیه براخه ها میشه که اگه شک داریم لازم به تکرار اون نیست. درست؟ خب گفتیم اگه براخه تو ذهن گفته بشه، به زبون نیاره، براخه اول اگه تو ذهن گفته بشه، این براخه قبول نیست. حتما باید صدا با صدای بلند براخه گفته بشه، حتما باید گوشمون بشنوه لخت خیلا. اگه کسی گوشش نشنوید براخه را، همین که لبانش تکون خورد، اون براخه قبوله. ولی اگه کسی براخه اولا تو ذهنش بگه، این مثل اینه که اصلا براخه نگفته، بنابراین دوباره باید برگرده و براخه را بگه. درست؟ خب مورد دیگه که در موردش توضیح دادیم اینه که خیلی مهمه که مواظب باشیم تمام قوانین براخود، تمام قوانین براخه ها را، هر کسی موظفه، چه خانم ها چه آقایون، موظفن که خوب خوب بلد باشن. به خاطر اینکه کسی که براخه لوت تالا بگه، براخه باطل بگه، طبق نظر اکثر ریشونیم و همچنین ماران شولخان آروخ، از فرمان تورا تخطی کرده، از فرمان سوم ده فرمان که میگه لو تیسای شمدونا یلوهخا لشاو، نام خدا را بیهوده بر زبون نیار. کسی که براخه لوت تالا بگه، این از فرمان نهی تورا تخطی کرده. بنابراین خیلی با هم مواظب باشیم که هیچ موقع براخه لوت تالا به زبون نیاریم و اگه شک داریم براخه یا گفتیم یا نگفتیم، اون براخه تکرار نمیشه و اون براخه را نمیگیم. درست؟ خب اگه کسی خب شک داره براخه رو گفته یا نه، آیا میگیم خب به غذا خوردنش ادامه بده یا غذا خوردنش را قطع بکنه؟ خب میگیم میتونه به غذا خوردنش ادامه بده. اگه کسی هست که میخواد براخه را بگه، بهتر به اون کوانا ببنده، بهتر بگه آقا براخه را بلند بگو، منم به تو کوانا ببندم، که اینجوری از هر شکی به این شک بیاد و خارج بشه. درست؟ خب مورد بعدی که جلسات گذشته در موردش گفتیم این که اگه کسی فرض کنید بچهش اومد شهادت داد که گفت آقا بابا من دیدم که مثلا تو بیرکت هموزونا خوندی، اگه میدونیم بچه دروغ نمیگه و اعتماد داریم بهش، میتونیم به حرفش تکیه بکنیم و بیرکت هموزونا بر نگرده بگه. بنابراین پس اگه بچه شهادت داد و میدونیم خخماشا داره، فهمشا داره و همچنین دروغ نمیگه، اگه شهادت داد که دید بابا من دیدم تو نوارخا خوندی، میتونیم به حرف بچه تکیه بکنیم و از رو شک اون باباه بیرکت هموزونا بر نگرده بگه. بفرمایید سوالتون را. بفرمایید. سوالی هست؟ بله بفرمایید. اگه کسی غذا یا خورد یا مایعات یا خورد براخه نگفت، خب سوال اینه که آقا فرض کنید شما نوشابه، خب یه نوشابه داشتید میخوردید، یادتون اومد براخه نگفتید، 100% مطمئنید براخه نگفتید. خب هر موقع یادتون میاد براخه نگفتید و میخواید ادامه بدید غذا خوردن، ها موظفیم که براخه بگیم. درسته؟ حتی اگه یه لقمه آخرش مونده، یه جوره آب تهش مونده، اگه میخواییم بخوریم موظفیم که براخه را بگیم. حالا اگه تو دهنمون آب بود یا همون نوشابه بود، بعد یادمون اومد براخه نگفتیم، آیا باید اون آبا یا اون نوشابه را از دهنمون بریزیم بیرون، براخه بگیم یا نه؟ در مورد مایعات، اگه تو دهنمون بود و یادمون اومد که براخه نگفتیم، در این حالت تو ذهنمون شهکل میگیم
و قورت میدیم و اگه خواستیم دوباره بخوریم براخا را بلند میگیم و دوباره از اون مایعات استفاده میکنیم. بنابراین مثلا نوشابه شما حالا آب میسا بزنیم، آب اومدید بخورید، براخا نگفتید، تو دهنتون که بود یادتون اومد براخا نگفتم، همون موقع تو ذهن براخای شهرکولا میگید، آب قورت میدید و بعد اگه دوباره خواستید آب بخورید به زبون میانید و براخای شهرکولا میگید. در مورد مواد غذایی، در مورد مواد غذایی اگه تو دهنمون بود یادمون اومد که براخا نگفتیم، بستگی داره چه مواد غذایی. اگه غذاییه که میتونیم از دهنمون بیرون بیاریم و میوس نمیشه، یعنی دیگه خراب نمیشه، دوباره قابل خوردن هست، خب بعد از دهنمون بیرون بیاریم، براخا بگیم، دوباره بخوریم. ولی اگه غذاییه که اگه از دهنمون بیرون بیاریم دیگه میوس میشه، دیگه نمیتونه اون غذای را بخوره، در این حالت میتونه غذا را گوشه دهنش قرار بده و براخا را بگه و اون غذا را بخوره. این البته حالت بدیعوده، بدیعوده به خاطر اینکه آدم نمیتونه با دهن پر براخا بگه، با دهن پر نباید براخا بگیم، اینجا فقط در حالتی مجازه که دیگه بیش از حد خرد، دیگه اتفاقی این اتفاق براش افتاده، میتونه این کار را انجام بده. خب در مورد بچه ها، بچه ها اگه شک دارن، بچه هایی که زیر 13 سالن برای پسر ها و دختر ها زیر 12 سال، اگه شک دارن که نواره خوندن یا نه، خب ما از رو شک مثلا، خب بچه ها به خاطر اینکه تربیتشون میکنیم که براخا بگن، میتونیم از رو شک بهشون بگیم دوباره براخا بگن، به خاطر اینکه خینوخه، تربیته که اینا به این شکل یاد میگیرن که براخا را بگن، مخصوصا برای بچه هایی که برای پسرهایی که زیر 13 سالن مثلا شک داره نواره خوانده یا نه، بهش میگیم آقا دوباره بخون، که به این شکل تربیتش بکنیم که یاد بگیره وقتی بزرگ شد نواره اگه شک داره خونده یا نه بر آقایون برگشت داره. خب یه نظریه هست، نظر مردخیه، این نظر عقیده داره که اگه ما نون خوردیم و تشنه بودیم، برکت همازون از تورا دیگه نیست، از ربانانه، درسته؟ به خاطر همین اگه طبق این نظر، این نظر عقیده داره، اگه تشنه بود و شک داره که نوارخ خونده یا نه، دیگه برگشت نداره. چرا؟ چون میده ربانان موظف به نوارخ بوده و صافق در ربانان لغولا. ولی لحلاخا این طبق نظر حلاخا برورا و هراب ودیا عقیده دارن که ما از این بابت نمیترسیم، و حتی اگه یکی تشنه بود و شک داره که نوارخا خونده یا نخونده، موظفه بر آقایون برگرده و نوارخا ستاب راخای اولا بخونه، درست؟ خب پس فقط نوارخه که اگه شک داشتیم برای آقایون اونم ستا براخا را برمیگرده. منشالوش با وجود اینکه خیلی از ریشونیم عقیده دارن که منشالوش از توراست، ولی لحلاخا طبق ماران ما میگیم منشالوش میده ربانانه. دادن اجه منشالوش از جمله الهمیخیا، الهائس یا الپریهگفه، اگه کسی شک داره که گفته یا نگفته، میگیم صافق در ربانان لغولا، شک ربانان را سبک میگیریم و براخا تکرار نمیشه، درست؟ خب بریم ادامه. جلسات گذشته گفتیم که اگه درخ لیمود، یعنی به شکل آموزش داریم براخه ها را یاد میگیریم، خب اگه میخواییم به یکی براخه یاد بدیم، میتونیم براخه را کامل بگیم، مثلا یه بچه یه براخه داره یاد میگیره، حتی میتونیم چند بار باش براخه را تکرار بکنیم، حتی هشم الوکنو واضح بگیم، یعنی لازم نی بیایم اسم ادانوتا هشم بگیم، حتی چندین مرتبه میگیم ادونا یلوهنو به این شکل که اون بچه بیاد و خوب خوب براخا را یاد بگیره. یا حتی اگه بچه هم نیست، یه آدم بزرگیه که براخا بلد نیست بگه، ما مجازیم که کلمه به کلمه براخا را بگیم که اون تکرار بکنه. برای آموزش ما میتونیم براخا را بگیم، حتی چندین بار که حفظ بشه اون طرف یاد بگیره، هیچ مانعی نداره، درسته؟ ولی اگه خب براخه ها را بلدیم ما، اگه تو حلاخا براخه را نوشته، مثلا نوشته آقا آب براخاش بارو خطا هشم کامل نوشته، خب در این حالت وقتی براخه را بلدیم نباید اسم هشم را به زبون بیاریم، مثل الان، مثلا خب الان من بلدم براخه را، نمیتونم به زبون همینجوری هشم الوکینو ما به صورت واضح بگم، باید بهش بگم هشم الوکینو، درسته؟ ولی پسوقیم، پاسخها را، پاسخهای تورا یا تهیلیم، با وجود اینکه اسم هشم داخلشه، حتی اگه پاسوقه را نصفه میگیم، میتونیم اسم هشما بیاریم. پس اگه کسی بلده
وقتی برای آموزش براخا ها را میخونه اسم هشمانه میاره، و اگه براخا میگه، اگه پسوقی میگه، مثلا فرض کنید که داراش میکنه میخواد پاسوق تورا را بگه که پاسوق تورا داخلش هشم الوکینوا هم هست، میتونه اسم هشم الوکینوا به صورت واضح بگه، این مانعی نداره. فقط براخا را نباید همینجور اسم هشم بگیم، هشم الوکینوا بگیم، اگه کسی بلده، ولی اونم برای آموزش گفتیم مجازه. درست؟ خب بریم ادامه. در مورد براخای اول گفتیم جلسات گذشته، به هر مقداری که ما آب یا غذا میخوریم موظفیم که بیایم و براخا بگیم. براخا را خخامیم، براخای اولا روی هر اندازه تیغون دادن. مثلا فرض کنید شما یه دونه دانه انار میخورید، حتی اون یه دونه دونه انار براخای حائص داره، یا یه دونه انگور میخورید، یه دونه حبه انگور میخورید، اون حائص داره. به هر اندازه‌ای که ما غذا یا استفاده بکنیم براخا بر روی اون گفته میشه، براخای اول. درسته؟ در مورد براخای آخر گفتیم میایم و جامدات از مایعات جدا میکنیم. در مورد مایعات باید حتما به اندازه رویئیت یعنی 81 سی سی یک ضرب بخوره که بتونه براخای آخر بگه. برای ما سفارادی ها گفتیم 81 سی سی یک ضرب، اگه خورد اون موقع میتونه براخای آخر مایعات ها بگه. مثلا اگه 81 سی سی به بالا یک ضرب آب خورد، براخا اون موقع بوره نفاشوت میگه. اما اشکنازی ها حتی برای مایعات هم گفتیم بعضی هاشون رسم دارن که بیشتر کزعیت هم که مایعات میخورن میان و براخای آخر میگن، یا این 81 سی سی ها حتی اگه چند مرتبه میخورن یک ضرب نمیخورن، اشکنازی ها براخا آخر میگن. ولی ما سفارادی ها در مورد مایعات گفتیم حتما باید به اندازه 81 سی سی یک ضرب بخوریم که بتونیم براخا آخر بگیم. در مورد نی توضیح دادیم جلسات گذشته، نی در صورت که مطمئنه که به اندازه رویئیت 81 سی سی یک ضرب خورده با نی میتونه براخا آخر بگه. درسته؟ این بستگی داره که مطمئن باشه که 81 سی سی یک ضرب خورده باشه. در مورد چای داغ، به خاطر اینکه چای داغ ما جرعه جرعه میخوریم یک ضرب نمیخوریم، اینم گفتیم براخا آخر نداره. یا بستنی، بستنی حکم مایع را داره و ما بستنی ها که یه ضرب نمیخوریم 81 سی سی شا. درسته؟ بنابراین بستنی هم براخا آخر نداره. یا عرق، عرق ها حتی اگه یکی 81 سی سی یک ضرب بخوره براخا آخر نمیگه. در مورد قهوه ترکی هم همینه، طریقتش نیه که یک ضرب بخوره 81 سی سی، اگه کسی خورد براخا آخر نمیگه. بقیه مایعات مثلا چای سرد یا مثلا آب میوه، وقتی که 81 سی سی خوردیم یک ضرب موظفیم که براخا آخرشا بگیم که بوره نفاشوته، و یا اینم گفتیم از اونجایی که مهمه براخای آخرشا تقانا دادن که منشالوش برای یاین خونده بشه. خب در مورد غذا اینا همه داریم دوره میکنیم، گفتم خدمتتون یه مقدار از جلسات گذشته دوره داره میشه. در مورد مواد غذایی وقتی که به اندازه یک کزایت خورده بشه اون موقع ما موظفیم که براخا آخرشون رو بگیم. کزایت گفتیم چه مقداره؟ اندازه یه نصف حجم تخم مرغ، یا اگه کسی طبق وزن میخواد بره طبق بعضی اخرونی که توضیح میدن، همون حدود 27 گرم میشه کزایت، که البته گفتیم حجم درست‌تره، باید دقت داشت که حتما طبق حجم رفتار بکنیم. نصف حجم یه تخم مرغ به اندازه یه کزایت میشه که اون موقع میایم و براخا آخر رو میگیم. اگه یه غذایی کزایت بوده ولی فرض کنید خشک شده، کزایتش کمتر شده، خب این براخا آخر دیگه نداره. درسته؟ خب این که گفتیم براخا آخر وقتی کزایت میخوره براخا آخر داره، در صورتیه که کده اخیلت پراس خورده باشه، یعنی تو 7.5 دقیقه اون غذا را خورده باشه، که گفتیم البته روش بحثه، کفخایی میگه 4-5 دقیقه، یا اورلسیو میگه حدود 6 دقیقه، یا ختم سفر میگه 2 دقیقه، ولی لحراخه که آرا ودیا میارن تقریبا همون حدود 7.5 دقیقه میشه که ده اخیلت پراس، که اگه ما
غذا را تو 7.5 دقیقه به اندازه کزایت بخوریم، اون موقع موظفیم که براخ آخر بیایم و بر روی اون بگیم. درسته؟ خب اینا را همه را جلسات گذشته در موردش توضیح دادیم. خب در مورد نوشیدنی که گاز داره، که گفتیم اونم طریقتش نیست که یک ضرب 81 سیسی خورده بشه. اگه کسی یک ضرب 81 سیسی مایات گازدار رو بخوره، اونم براخ آخر نداره. خب یه بحث دیگه ای که در موردش توضیح دادیم، یه اختلاف نظر بزرگی بین ریشونیمه که آیا فقط کزاییته که براخ آخر داره یا بریا، یه چیزی ما به صورت کاملا بخوریم حتی اگه کزایت نبود اونم براخ آخر داره. مثلا یه حب انگور خب کزاییت نیست معمولا، ولی خب بریاس، یعنی یه میوه کامل حساب میشه. آیا رو اون براخ آخر میگیم یا نه؟ لحلاخا میگیم نه، لحلاخا اینه که حتما باید به اندازه کزاییت خورده بشه. درسته؟ لحلاخا باید حتما به اندازه کزاییت بخوریم که براخ آخر موظف بشیم، ولی بریا براخ آخر لحلاخا نداره. اما البته بهتره که خودمون وارد شک بین ریشونیم نکنیم، بین مخلوقات ریشونیم. برابری این سعی بکنیم یا بریا، وقتی بریا استفاده میکنیم بیشتر بخوریم که حتما کزاییت بشه، که لخول آلما بر طبق همه بتونیم براخ آخر را بگیم. و گفتیم اگه میوهی هسته اون هستشا در بیاره دیگه حکم بریا نداره، یا اینکه مثلا برش برش قرار بده تکه تکش کنه و بخوره دیگه حکم بریا نداره. درسته؟ یا مثلا فرض کنید میوهی له بشه یا یه مقداری از اون کنده بشه، این دیگه حکم بریا در موردش نیست و به این شکل میتونه از شک بیرون بیاد. بله. خب اگه یه میوهی خشک بوده مثلا فرض کنید پر هلو، و ما اومدیم تو آب اونا خیسوندیم و باد کرد به اندازه کزایت شد، اینا ما به عنوان کزایت حساب نمی کنیم و براخ آخر نداره، مگر اینکه مطمئن باشه از پر هلوه به اندازه کزایت خورده، که اون موقع براخ آخر میگه. در مورد براخاهای آخر گفتیم در صورتی که مواد غذایی براخاهای آخرشون با هم برابر باشن با هم سرجم میشن. مثلا گفتیم سیب و پرتقال، از اونجایی که براخا آخر هر دوتاشون بونه نفاشوته، برای سرجم شدن کزایت با هم سرجم میشن. مثلا 15 گرم سیب خورد، 15 گرم پرتقال خورد تو کده اخیل از پراس تو 7.5 دقیقه، اینا با هم دیگه سرجم میشن برای براخای بوره نفاشوت. یا انجیر و انار، به خاطر اینکه براخا آخر هر دوتاشون منشالوشه، اینا با هم دیگه سرجم میشن برای براخای آخر. ولی مثلا انجیر با سیب برای براخا آخر سرجم نمیشن. اگه 15 گرم انجیر خورد، 15 گرم سیب خورد، اصلا براخا آخر نمیگه. یا مثلا گفتیم اگه 15 گرم کیک خورد، 15 گرم نون خورد، اینا با هم سرجم نمیشن طبق نظر هاراب و ودیا. البته بعضی از اخرونی مثل هاراب نیشخای میگن اینا سرجم میشن، ولی لفه هاراب و ودیا با هم سرجم نمیشن و هیچ براخ آخری برای اونها گفته نمیشه. درسته که اینا را همه را جلسات گذشته به صورت کامل توضیح دادیم. خب گفتیم کسی که تخم مرغ خام میبله، خب گفتیم اونایی که میخوان سفر تورا بخونن، میخوان صداشون باز بشه، تخم مرغ خام میخورن. این تخم مرغ خام حکم مایه را داره، بنابراین اگه یکی تخم مرغ خام را درسته میخوره براخ آخر نداره، به خاطر اینکه باید رویئیت یک ضرب بخوره و تخم مرغ کبد ساز، بنابراین به اندازه رویئیت باید بخوره که براخ آخر بگه. بنابراین تخم مرغ خام کسی که میخوره براخ آخر نمیگه. و همچنین عسل، عسل هم گفتیم حکم مشقه داره، حکم مایعات داره، و اگه یکی عسل به اندازه رویئیت بخوره، که حالا تقریبا ممکن نیست، براخ آخر میگه. ولی به صورت کلی مثلا یه قاشق عسل میخوریم، این براخ آخر نداره. و یه اصل کلی گفتیم که مرزش رو بتونیم تشخیص بدیم که مایع حساب میشه یا جامد، اگه همینجور خودش بمونه آب بشه، این حکم مایع را داره. مثل بستنی، بستنی حکم مایه را داره، حکم جامد نداره. بنابراین اگه رویئیت بخوره براخ آخر داره یک ضرب،
که حالا کسی بستنی ها رویت نمیخوره یه ضرب که براخ آخر بگه، یا یخ. یخ هم حکم مایع را داره به خاطر اینکه وقتی بمونه آب میشه، ولی چیزهای دیگه ای که بمونه آب نمیشه مثلا فرنی. فرنی درسته یه حالت جامد مایع داره، ولی جامد حساب میشه. چرا؟ چون فرنی ها همینجوری هم بذارید آب نمیشه. یا ژله یا ماست. البته ماست روش بحثه، بعضی ها میگن ماست حکم مایع را داره، ولی طبق حالا توضیحی که هاراو و کانیوسکی میدن یا هاراو شلمون زلمان اویرواخ میگن، اینا میگن به عنوان جامد حساب میکنیم ماستا، ولی هاراوردی ها تو خزانوردی ها میگن صافق مراخوت لاغه. بنابراین بهتره که تو ماست براخ آخر نگیم اگه کزعید خورده. پس ماست طبق حالا خزانوردی ها میگن صافق مراخوت لاغه. البته بعضی اخرانیم هم هستن که بگن رو ماست اگه کزعیت میخوره بتونه براخ آخر بگه، ولی نگیم بهتره. پس توضیحش به این شکل شد، هر چیزی که آب بشه حکم آب داره، هر چیزی که بمونه آب نمیشه حکم جامد داره. حالا طبق توضیحی که حالا شلم و زنوان اویرواخ میگن، ماستا اگه با یه مقدار آب قاطی بکنه و بیشتر حالت مایع بشه، این دیگه طبق نظر همه میتونه براخای حکم مایه را داره و اگر رویت خورد میتونه باره نفاشات بگه. یا دوغ، خب دوغ واضحه دیگه، دوغ اگر رویت به اندازه 81 سیسی خوردیم اون موقع براخای باره نفاشات برش گفته میشه. خب اینا همه بحثایی بود که جلسات گذشته در موردش توضیح دادیم. یه بحث دیگه هم حالا اینم یه دوره میشه، گفتیم وقتی که منشالوش میخونیم و فرض کنید هم کیک خورده هم شیوات همینیم، مثلا هم انجیر خورده، خب یه منشالوش میگیم، هم الهمیخیار میگیم، هم الهپروتا داخلش میاییم و ذکر میکنیم. در این حالت اگر یکی موظف شده به منشالوش، مثلا کیک خورده به اندازه کزایت، باید الهمیخیار بگه، و یه میوهی خورده جز شیوات همینیم که اون میوه بریا بوده، مثلا فرض کنید یه حبه انگور، با وجود اینکه این یه حبه انگوره کزایت نبوده، ولی چون بریاس و طبق نظر خیلی از دیشونیم بریا میتونه بلاخ آخر داشته باشه، وقتی منشالوشا رو الهمیخیا میخونه میتونه الهپروت هم به خاطر اون یه دونه حبه انگوره بیاد و ذکر بکنه. درسته؟ خب حالا بریم دیگه بحث جدید، درس جدید که میخوایم در موردش توضیح بدیم. تیما، تیما یعنی چشیدن. هر چیزی که شما میخواید بچشید، ببینید که مثلا ادویش خوبه، نمک میخواد، فلفل میخواد، چجوری طعمش، چشیدن براخا نداره. حتی اگه به اندازه رویت از اون میاد و استفاده میکنه، حتی اگه قورت میده، درست؟ حتی اگه قورت میده این براخا آخر، براخای اول نداره. بنابراین چشیدن غذا ما برش براخا نمیگیم، درسته؟ تا رویت اگه کسی میخوره براخای اول نداره، اگه فقط نیت چشیدنه. اگه نیت چشیدن نیست، نیت هنعاست، یعنی آقا یه مقدار کمی میخوریم ولی هنعا میبریم، استفاده میبریم ازش، در این صورت براخا میگیم. درست شد؟ پس بهترین حالت اینه که هر موقع از غذایی میخوریم به نیت چشیدن نباشه که وارد بحث بشیم که براخا نداره، بلکه به نیت هنعا بخوریم، یعنی غذایی رو میخوایم استفاده ببریم ازش، لذت ببریم ازش، و اون موقع هر مقدار که بخوریم براخای اولا میگیم. پس بنابراین چشیدن غذا براخا نداره، تاره ویت اگه میخوره براخا اول ندارد، اگه لشم هنعا میخوره یعنی لذت میبره استفاده میبره از اون غذایه، در این صورت بر اون براخا میگه و براخا رو به این شکل میتونه بگه. درسته؟ خب بله. خب آهان، یه نکته که مهمه، یه نکته که مهمه در مورد عصر جمعه قبل از شبات، بعضی ها میان غذا را یه مقداریش را میخورن و عقیده دارن که یه پاسخیه که میگه تو امه ها خیم زاخو، یعنی کسی که غذای شبات ها بیاد و بخوره قبل از شبات بچشه این طول عمر میگیره،
اگه کسی غذای عصر جمعه را که غذا شبات ها عصر جمعه میاد میخوره، بر اون میتونه براخا بگه، بر اون میتونه براخا بگه. چرا؟ به خاطر این که به نیت چشیدن نیست، به نیت خوردنه، که به این شکل این میسوایی که میگه تو همه ها خیم زاخو اینا اجرا بکنه. بنابراین غذای عصر جمعه که غذای شباته، کسی میاد اون غذا را میخوره، روش براخا میگیم، اون براخا داره، چون معمولا نیت چشیدن نیست، نیت اینه که این میسوایه را آدم انجام بده، بخوره، حنه آب ببره، تو همه ها خیم زاخو. ولی غذاهای دیگه را که همینجوری میچشیم اونا براخا نداره. درست شد؟ خب ببینین، قدیم خب میکسر نبوده. وقتی مادر میخواسته به بچهش غذا بده، مادر میومده غذای را میجویده، بعد از دهنش بیرون میورده به بچه میداده. قدیم اینجوری بوده دیگه، قدیم میکسر را اینا نبوده، اینجوری به بچه غذا میدادن. خب واضحه که کسی که اینجوری به بچهش میخواسته غذا بده، براخا نمیگفته دیگه، براخا نداره، چون قورت که نمیداده. چیزی که ما قورت ندیم براخا نداره. خب اگه چیزی که ما قورت ندیم براخا نداره، مستیک به عبری میشه؟ آدامس. مستیک براخا چیه؟ آدامس. آدامس ها شما قورت میدید؟ نه. پس آیا رو آدامس براخا میگیم یا نه؟ بله. طبق نظر هارا وادیا بله، براخا داره، به خاطر اینکه شیرینیش احساس میشه. درسته، شیرینیش ها قورت میدیم دیگه، همون که طعم داره روی این طعمش براخا میگیم. بنابراین آدامس براخای شهکل نهیابیدوارو برش گفته میشه. ولی کسی که مثلا قلیون میکشه، سیگار میکشه، اینا براخا نداره. حتی اگه فرض کنید سیگاره را یا قلیونه را ازش لذت میبره، اینا اصلا براخا نداره. درست شد؟ خب یه قانون کلی تو براخاها وجود داره در مورد حق داما نبراخوت، یعنی تقدم در براخاها. خب ببینید، تقدم در براخاها مهمه که حتما اجرا بشه. اگه ما، من خیلی خلاصه میگم خدمتتون، ببینید اگه ما دو نوع میوه داریم که براخاهای اولش یکیه، خب، و هر دوتا هم جلوشه و همین الان هر دوتا رو میخواد بخوره، مثلا سیب و انگور، سیب و انگور هر دوتا براخاش حائصه، هر دوتا هم جلوشه، هر دوتا هم الان میخواد بخوره، در این حالت موظفه که روی شیوعت همینین، یعنی روی هفت نوع میوهی که تحسین شده با اون سرزمین مقدس، اول رو اون باید براخا بگه و بعد سیبا پاتور میکنه و میتونه استفاده بکنه، حتی اگه سیبا بیشتر دوست داره. درست شد؟ پس حق تقدم همیشه با شیوعت همینیمه، یعنی هر موقع میوه های حائص جلوی شما بود، مثلا زردالو بود، سیب بود، انگور بود، در این حالت همه را میخواید قصد خوردن همه اون میوه ها را دارید، اول موظفیم که روی شیوعت همینیم براخا بگیم. ولی اگه نه، قصد خوردن همیشه ندارید، مثلا شما فقط میخواید الان سیب بخورید، انگوره را نمیخواید بخورید، با وجود اینکه انگور جلوتونه، موظف نیستید که اول رو انگوره هایس بگید، الان سیب فقط میخواید بخورید، انگور مینتون نیست. پس این که میگیم شیوعت همینیم، هفت نوع میوه که سرزمین مقدس با اونا تحسین شدن، همیشه تقدم داره، در صورتیه که هر دو را بخواد همون موقع بخوره و هر دو جلوشه. درسته؟ یا مثال اینجوری بزنیم، مثلا تو کنیسا یکی سال داره میوه پخش میکنه، خب خرما هست، انگور هست، سیب هم هست، جلو شما اول سیب آوردن، خب قرار انگور و خرما هم بیاد که براخا بگید، ولی الان فقط سیب جلوتونه، آیا موظفید صبر کنید انگور و خرما بیاد که رو اونها براخا را بگید؟ چون شیوعت همینی من بهتره که صبر کنید اونها بیاد، ولی از اصل قانون چون که الان همین سیب جلوتونه، میتونید رو سیبه براخا حائص بگید و لازمی منتظر بمونید که انگور و خرمای اول بیاد که رو اونها براخا بگید. درسته؟ اما اگه کسی صبر بکنه که بیاد تابو علاف براخا. پس اگر براخاهای اول با هم برابره و جز اون براخاها شیوعت همینیمه، هفت نوع میوه بهشتیه و قصد داره که همه را بخوره، موظفه که اول روی هفت نوع میوه بهشتی
براخا بگه. حتی اگر میوه بهشتی شالم نیست، یعنی کامل نیست، ولی میوه های دیگه کامله، مثلا یه سیب کامله فرض کنید با انگور نصفه یا انجیر نصفه، بازم با این وجود شیوه تمینی تقدم داره، بازم تقدم داره که روی اون انگوره بیاد و اول براخا بگه. خب این قانونی که گفتم خدمتتون، فقط البته اوش بحثه، این قانونی که گفتم مال زمانیه که دو نوع میوهیه که براخا اولشون با همدیگه برابره، مثل سیب و انگور، درسته؟ ولی مثلا فرض کنید خیار بود که باره پنی ها اداماست با انگور، در این حالت آیا ما موظفیم که اول روی انگور براخا بگیم، یا چون براخاشون برابر نیست و خیارا بیشتر دوست داره میتونه اول رو خیار براخا بگه؟ در این حالت اختلاف نظره. بعضی میگن اگه هایس و ها اداما بود و جز هایس شیوت همینیمه، خب اول باید شیوت همینیم روش براخا بگه، هفت نور یعنی روی انگوره براخا بگه. ولی بعضی ها میگن اگه خیاره را یعنی ها ادامه را بیشتر دوست داره، رو اونی که بیشتر دوست داره اول باید براخا بگه، درسته؟ لحلاخا هر دو نظر درسته، یعنی اگر یه نوع هائس بود که جزء شیوه تمینیم و یه نوع ها ادما بود که اونا بیشتر دوست داره، روی هر کدوم اول براخا بگه درسته. طبق نظر بعضیا شیوه همینیم، طبق نظر بعضیا اون میوه‌ای که بیشتر دوست داره میتونه بیاد در روی اون براخا بگه. خب اگه بخوایم یه ترتیبی برای براخاها بگیم، اول روی شیوه تمینیم، یعنی میبینیم که هفت نوع هست یا نه، روی هفت نوع میوه اول براخا میگیم، بعد میوه‌ای که کامل تره، بعد میوه‌ای که دوست داره، بعد میوه‌ای که بدون لک و بدون مشکلی باشه، و بعد میوه‌ای که درشت‌تر و بهتره، روی اون براخا میگیم. این پنج مورد اگه در نظر داشته باشیم برای تقدم براخاها به این شکل میتونیم بیاییم و این براخاها بگیم. خب حالا هفت نوع میوهی که تقدم داره که روشون براخا بگیم، این خود این هفت نوع هم خودشون نسبت به خودشون تقدم دارن، متوجهید؟ مثلا بر طبق چیزی که تو پاسخ میگه، ارس خیتا اوس اورا، یعنی گندم همیشه تقدم داره، بعد جو، بعد از اون یه لحظه مهلمان اینو بیارم، بله، پس اول گندم تقدم داره، بعد جو، یعنی اینجوری بگم خدمتتون، نون گندم از نون جو تقدم داره براخاش. هر دوتا نونا خواستید بخورید رو نون گندمه براخا هم مستی بگید که نون جو ارم پاتور بکنه، درست؟ بعد از اون زیتون، بعد از اون خورما، بعد از اون انگور و بعد از اون انجیر و انار. اینا ترتیب هفت نوع میوه بهشتیه که اگه جلومون بود و همشا میخواستیم بخوریم، این نسبت به اون تقدم داره، درست شد؟ بفهمید. بله ترتیب گندم، بله اول هفت نوع میوه، میبینیم که هفت نوع میوه باشه یا نه این تقدم داره، بعد کامل بودن میوه تقدم داره، بعد خاویف بودن یعنی کدوم میوه را بیشتر دوست داره، بعد بدون نقص بودن مثلا گندیدگی نداشته باشه، لک نداشته باشه، و بعد بزرگی و کوچیکی یعنی درشت بودن. هرچی درشت تره، خب میوهی که درشت تره، مثلا فرض کنید یه سیب جلو شماست و زردالو هم جلو شما هست، سیب درشت تر و عالی تره، هر دوتاش هم دوست دارید، خب واضحه که رو سیبه که درشت تر و عالی تره در نظرتون سالم تره، رو اون براخا میگه نسبت به زردالوه، درست شد؟ پس یه بار دیگه ترتیب هفت نوع میوه هم بگیم، پس گندم، جو، زیتون، خورما، انگور، انجیر، انار، این ترتیب هفت نوع میوه که سرزمین مقدس با اونا تحسین شده. خب سوالی هست؟ اگه سوالی نیست تا اینجا براخا میکنیم.